بسم الله الرحمن الرحیم. پیر سیمون لاپلاس میگه تمام آثار طبیعت نتایج ریاضی چند قانون تفسیر ناپذیرند. خب امروز انشاءالله درس دوم از فصل چهارم حسابان 11 رو با هم شروع میکنیم. درس دوم هست نسبتهای مثلثاتی برخی زوایا. در سال گذشته به مقدار نسبت‌های مثلثاتی برای برخی از زوایای تون 30, 45 و 60 درجه و نیز زوایای مرزی 0, 90, 180, 270 و 360 درجه پرداختیم. توی درس قبلی هم آخر درس اینا رو براتون گفتم. همچنین علامت نسبت‌های مثلثاتی را در چهار رو به دایره مثلثاتی یاد گرفتیم. اکنون به مقدار این نسبت ها برای برخی دیگر از زوایا و رابطه بین آنها میپردازیم. این نسبت های مثلثاتی برای این زوایای جدید، این روابط جدید خیلی مهم است. میدانید اول نسبت های مثلثاتی زوایای متمم، یعنی دو زاویه که جمعشون بشه چی؟ 90 درجه. متمم یعنی همین، دو زاویه که جمعشون بشه 90. میدانید که به هر دو زاویه‌ای که مجموع آنها 90 درجه باشد زاویه‌های متمم می‌گویند. نسبت‌های مثلثاتی چنین زاویه‌هایی با هم ارتباط دارند. فعالیت زیر به شما کمک می‌کند تا این روابط را پیدا کنید. خب من پیشاپیش به استقبال اینا رفتم. درس قبلی هم قسمت آخرش رو اگر ببینید من اینو براتون توضیح دادم. فعالیت رو نگاه کنید عزیزان. میگه یک مثلث قائم الزاویه دلخواه مانند شکل زیر را در نظر بگیرید. الان این یه زاویه 90 درجه است، مثلث قائم الزاویه است، این زاویه تتا. خب میدونید این تتا و این بغل دستیش در هم باید بشن 90 درجه، که 90 و 90 این دوتا بشن 90، اینم که 90 جمعشون بشه 180، مجموع زاویه داخل مثلث 180. این که تتا باشه پس این میشه 90 منهای تتا. توی درس قبلی گفتیم 90 همون پی دوم است، پی یعنی 180، پی رادیان میشه 180 درجه، 180 دو میشه 90. پس یه زاویه تتا دارید، این زاویهش میشه پی دو منهای تتا، این هم که 90 درجه است تو مثلث قائم الزاویه. سینوس تتا میشه بی به روی آ، برای تتا میشه ظل مقابل، یعنی بی به روی وتر. وتر اونی که روبرو زاویه 90 درجه است میدونه، این زاویه 90 درجه است، اونی که روبروشه میشه وتر. یا کلا تو مثلث قائم الزاویه بزرگترین ضلع میشه وتر. پس الان سینوس تتا میشه این بی به روی این آ، این میشه سینوس. کوسینوس تتا میشه چی؟ کوسینوس تتا میشه مجاور، یعنی سی به روی وتر. وتر چیه؟ وتر هم هست آ. حالا روبروی این دوتا روبروش نگاه کنید. سینوس پی دو منهای تتا، سینوس این زاویه الان تتا و این بغلیش چون جمعشون 90 متمم هم دیگه، کلا هر زاویه آلفا و پی دوم منهای آلفا اینا چی هن؟ اینا متمم هن، متمم هستن. آلفا و پی دوم منهای آلفا اینا میشن متمم، هر دو زاویه که جمعشون چقدر 90 درجه است. پس الان اینجا این تتا، اینجا این متممشه، پی دو منهای تتا میشه متممشه. حالا من سینوس اینو بخوام، کاری ندارم، هر زاویه میخواد باشه، سینوس میشه مقابل به روی وتر. مقابل این زاویه الان زاویه ضلع سی هست، میشه سی به روی وتر که چی؟ آب. کوسینوس این زاویه رو بخوام، کوسینوس زاویه سی همون پی دو منهای تتا میشه مجاور، مجاور این چیه؟ بی، میشه بی به روی آ. تانژانت رو بخوایم، تانژانت تتا میشه مقابل، یعنی بی به روی مقابل به روی مجاور، یعنی میشه بی به روی سی. کوتانژانت تتا، کوتانژانت تتا میشه مجاور، یعنی سی به روی چی؟ به روی مقابل، یعنی بی. من اینا رو بذارید براتون بنویسم. سینوس تتا میشه مقابل به وتر، کوسینوس تتا میشه مجاور به وتر، تانژانت تتا میشه مقابل به مجاور و کوتانژانت تتا میشه مجاور به مقابل. پس بر اساس این من دارم هی اینا رو میگم، مجاور و مقابل از این حرف. حالا برای تانژانت پی دوم منهای تتا، این زاویه پی دوم منهای تتا تانژانتش میشه ضلع مقابلش، ضلع مقابلش هست سی به روی ضلع مجاورش که هست چی؟ بی. کوتانژانتش برعکس میشه، میشه ضلع مجاور یعنی بی به روی مقابل یعنی سی. خب عزیزان بر اساس چیزی که الان بهتون گفتم نگاه کنید
الان سینوس تتا با کوسینوس پی دومنای تتا برابر، دوتاشون هستن بیام. کوسینوس تتا با سینوس پی دومنای تتا برابر، یعنی سیام اینم سیام. گفتم تتا و پی دومنای تتا یا آلفا و پی دومنای آلفا با هم متمم. الان اینجا نگاه کنید، تانژانت تتا با کوتانژانت این برابر، کوتانژانت تتا با تانژانت این برابر. یعنی چی؟ یعنی هر دو زاویه که شما در نظر بگیرید که متمم باشن، سینوس این یکی با کوسینوس اون برابره و برعکس، تانژانت این یکی با کوتانژانت اون یکی برابره و برعکس. میگه با توجه به شکل دو ستون روبرو رماند نمونه کامل و سپس مقادیر مساویه در هر در دو ستون را با هم نظیر کنید. میگه در فعالیت خب این کار انجام داریم، میگه با هم نظیرم نه نظیر نکردم. دوتایی همین چیزی که بهتون گفتم دیگه. الان این دوتا با هم برابرن، این دوتا با هم برابرن، این دوتا با هم برابرن، و اینا هم با هم برابرن. پس به این صورت به صورت ضرب داره گفتم با هم برابرن. میگه در فعالیت قبل زاویه‌های مورد بحث تند بودن. ما این چیزی که گفتیم این زاویه‌ها تند بودن، ولی اگه زاویه‌ها باز هم باشن یا هر زاویه منفی باشه مثبت باشه هر چی باشه، هر دو زاویه که شما داشته باشه جمعش بشه 90، هر چی میخواد باشه، دو زاویه که جمعش بشه 90 در حالت کلی، این روابطی که اینجا به دست آوردیم براش برقرار. روابط به دست آمده در آنجا در حالت کلی نیز برقرار است. به طور کلی برای دو زاویه متمم تتا و پی دومنای تتا همواره روابط رو به رو برقرار است. این روابط همیشه برقراره. سینوس پی دومنای تتا با کوسینوس تتا برابره، کوسینوس پی دومنای تتا با سینوس تتا برابره، تانژانت پی دومنای تتا با کوتانژانت. گفتم جای تانژانت و کوتانژانت عوض میشه، جای سینوس و کوسینوس هم عوض میشه. حالا نمیدونم مثال زده کتابیان این روابط رو در نظر بگیرید، اینا نیازی به حفظ کردن نداره. بذار من مثال عددی براتون بزنم. ببینید سینوس 30 درجه میشه 1/2. خب کوسینوس 60 درجه هم میشه 1/2. متمم این مایه 60 نیست. به همین ترتیب مثلا کوتانژانت 60 درجه میشه رادیکال 3/3. این کوتانژانت 60 درجه با چی برابره؟ با تانژانت 30 درجه. تانژانت مکملش هست، مکملش هست 30 دیگه. متمم ببخشید گفتم مکمل. متممش هست 30. پس کوتانژانت 60 با تانژانت 30 برابره. دوتاشون چقدرن؟ رادیکال 3/3. و به همین ترتیب هر دو زاویه متمم تانژانت این با کوتانژانت اون یکی برابره و برعکس، سینوس این با کوسینوس اون یکی برابره و برعکس. صفحه بعد صفحه 99 نسبت های مثلثاتی زوایای قرینه. به به خیلی قشنگین شکل کتابم خیلی جالبه. نگاه کنید، میگه فعالیت در دایره مثلثاتی روبرو، نقطه پی انتهای کمان روبرو به زاویه آلفا است. نقطه پی اینجا انتهای این کمانی که مال آلفا، کمان آلفا مگه زاویه آلفا نیست؟ این کمانی که روبرو بهش هست انتهاش اومده اینجا تو نقطه پی. مختصات نقطه پی بر اساس نسبت‌های مثلثاتی زاویه آلفا که در سال گذشته هم مختی داده شده است. خب بهتون گفتم دیگه، گفتم نمودار x ها مال کوسینوس هاست، نمودار y ها مال چیه؟ مال سینوس هاست. پس الان ببین این چیزی که اینجا میاد تا اینجا، این الان کوسینوسش هست، کوسینوس آلفا، xش همون کوسینوسه و وایش چیه؟ وایش همون سینوسه. پس مختصاتش پی x پی و وای پی، x پی یعنی طول پی و وای پی یعنی عرض پی، میشه چی؟ xش یا طولش همون کوسینوس هست، کوسینوس آلفا، و عرضش همون چیه؟ سینوس آلفا است. میگه همچنین با توجه به دستگاه مختصات واضح است که قرینه نقطه پی x، پس این چیزی که من اینجا به دست آوردم کیو چیه؟ قرینه نقطه پی x پی و وای پی نسبت به محور x ها نقطه کیو x و وای کیو x کیو وای کیو میشه کیو x پی و قرینه وای پی. یعنی چی؟
قرینه نقطه پی میشه نقطه ای که طولش همونه، نگاه کن ایکس پی و ایکس برای پی و کیو یکسانه، ولی وای پی اینجا خود وای پی ولی اینجا قرینشه. خب کلا ببین اینو بهتون میگم، هر وقت این نقطه رو نسبت به محور ایکس قرینه کردید عرضش قرینه میشه. اینجا وای پی بوده، اینجا میشه قرینه وای پی. نگاه کنید ننوشته البته، میشه قرینه این وای پی باشه. خب اینجا میشه چی؟ مثلا این باشه وای پی، عرض این باشه وای پی، وای نقطه پی. خب اینجا میشه قرینه همین، قرینه وای میشه دیگه. این مثلا 5 باشه این میشه من نیم باشه، ببخشید نیم باشه این میشه منفی نیم. این دایره واحده، بیشتر یک نداره. هر چی که اینجا بود این پایین قرینه شه، چون نسبت به محور طول ها قرینه کنیم، وقتی نسبت به محور طول قرینه کنید وای قرینه میشه، وقتی نسبت به محور عرض قرینه کنید ایکس قرینه میشه. پس الان اینجا وای هم بالا بوده اومده پایین قرینه میشه. پس الان نگاه کنید عزیزان، این الان برای زاویه چی؟ زاویه منفی آلفا. ببینید من الان کوسینوس و سینوس منفی آلفا رو باید به دست بیارم. کوسینوس من ایکس پی میشه کوسینوس منفی آلفا و وای پی، وای ببخشید کیو، ایکس کیو، ایکس کیو میشه چی؟ میشه همین مقدار، این فاصله از اینجا تا اینجا دیگه، این همون کوسینوس هست. کوسینوس میبینید عوض نشده، کوسینوس آلفا اینجا هم همون کوسینوس آلفا به دست میاد. حالا ممکنه بگید چرا منفی آلفا شده، الان براتون میگم. پس الان مقدار وقتی که من این نقطه رو قرینه کنم بیارم اینجا چه اتفاقی رخ میده؟ x تغییری نمیکنه اما وایش قرینه میشه. پس x پی اینجا هم همون چیزی که از کوسینوس آلفا، اینا باید بشه کوسینوس آلفا. پس کوسینوس منفی آلفا و کوسینوس آلفا با هم برابرن. یه نکته بعدی، سینوس اینجا چی میشه؟ قرینه میشه. اینجا سینوس آلفا، اینجا میشه سینوس منفی آلفا. خب اینجا دیدیم که این قرینه شد، با توجه میگیم سینوس منفی آلفا با قرینه سینوس آلفا برام. الان همین میخواد بهتون بگم. پس قسمت الف میگه با توجه به رابطه بین مختصات نقاط پی و کیو روابط مثلثاتی زیرا مانند نمونه تکمیل کنید. خب ما گفتیم ایکس پی توی دوتا یکسانه، پس کوسینوس منفی آلفا با کوسینوس آلفا برام. از طرفی وای کیو اینجا گفتیم که نگاه کن اینجا وای کیو قرینه وای این نقطه، یعنی عرض این نقطه قرینه وای پیه. پس وای کیو قرینه وای پیه. پس وای پی اینجا بود سینوس آلفا، اینجا وای کیو شد سینوس منفی آلفا. و ما نگفتیم اینا با هم قرینن، یعنی چی؟ یعنی من گفتم وای کیو میشه منفی وای پی. وای کیو از چی؟ سینوس منفی آلفا. وای پی هستی هست سینوس آلفا، ولی یه منفی پشتشه، میشه منفی سینوس آلفا. خیلی نکته مهمیه بچه ها، این دوتا نکته اصلا فوق‌العاده عالی هست. ما با تبایی رابطی خیلی ساده اینجا این دوتا رو به دست آوردیم. قسمت B میگه طرف دوم تساوی های زیر را با استفاده از روابط به دست آمده از قسمت الف کامل کنید. بچه خیلی راحته، تانژانت منفی آلفا میشه سینوس منفی آلفا به کوسینوس منفی آلفا. کوسینوس منفی آلفا خب میشه همون کوسینوس آلفا و سینوس منفی آلفا میشه منفی سینوس آلفا. مخرج همینه، صورت هم خودش فقط یه منفی گرفته، پس این میشه چی؟ میشه منفی تانژانت آلفا. تانژانت آلفا میشه سینوس به کوسینوس، تانژانت منفی آلفا میشه منفی تانژانت آلفا. تانژانت منفی آلفا میشه منفی تانژانت آلفا. کوتانژانت چی؟ دقیقا مثل همین برعکس میکنیم، میگیم میشه کوسینوس منفی آلفا، چون اینا منفی آلفا شده دیگه. در حالت تدی کوتانژانت آلفا میشه کوسینوس به سینوس برای آلفا، ولی الان چون منفی آلفا من همینجا اینا رو منفی آلفا میکنم، کوسینوس منفی آلفا به سینوس منفی آلفا. کوسینوس منفی آلفا اینجا گفتیم میشه خود کوسینوس آلفا، این هم که میشه سینوس منفی سینوس. مثبت در منفی میشه منفی، کوسینوس به سینوس هم میشه کوتانژانت. پایین رو نگاه کنید عزیزان، میگه دو زاویه آلفا و منفی آلفا قرینه یک دیگرند، حواستون باشه هر دو زاویه قرینه. برای دو زاویه قرینه روابط مثلثاتی زیر قرینه. بچه ها نگاه کنید،
این روابط رو فقط یه چیز داره، بقیه همهشون تابلو هست. ببین سینوس منفی آلفا میشه منفی سینوس آلفا، یعنی کلن سینوس منفی رو میده بیرون. کوسینوس منفی آلفا کوسینوس منفی رو قورت میده، پس چیزی از منفی باقی نمیمونه، یعنی کوسینوس منفی آلفا با کوسینوس آلفا برام. تانژانت منفی رو پرت میکنه بیرون، تانژانت منفی آلفا میشه منفی تانژانت آلفا. کوتانژانت میشه کوتانژانت منفی آلفا میشه منفی کوتانژانت آلفا. پس برای زاویه قرینه یادتون باشه فقط کوسینوس منفی رو قورت میده، بقیه منفی رو میندازن بیرون. سینوس، تانژانت و کوتانژانت منفی رو میندازن بیرون، ولی کوسینوس قورتش میده انگار که اصلا نبوده. پس این چیزی که گفتم رو یادتون باشه. پس اینو نوشتم براتون، کوسینوس علامت منفی زاویه را قورت میده، بقیه علامت منفی را بیرون میاندازه. بیایید برای زاویه مثلا آلفا مساوی منفی 30 درجه ما اینا رو به دست بیاریم. خب مثلا بهتون میدن سینوس منفی 30، میگیم آقا چیه؟ سینوس زاویه منفیه، منفی رو میندازه بیرون میشه منفی سینوس 30. سینوس 30 درجه بود 1/2، پس این میشه منفی 1/2. کوسینوس منفی 30 درجه میشه چی؟ کوسینوس میگیم قورت میده، میشه خود کوسینوس 30 درجه. کوسینوس 30 درجه هم بود رادیکال 3/2. تانژانت منفی 30 میگیم آقا زاویه منفی بجز برای کوسینوس همه تانژانت رو پرت میکنن بیرون، ببخشید منفی رو پرت میکنن بیرون، میشه منفی تانژانت 30 میشه منفی رادیکال 3/3. و کوتانژانت منفی 30 میشه منفی کوتانژانت 30 که میشه چقدر؟ میشه منفی رادیکال 3. پس اینم از این، من یکی مثالم دارم براشون میزنم. بعدی مقادیر نسبت های مثلثاتی زاویه های مکمل. خب دو زاویه را مکمل گوییم اگر مجموع آنها 180 درجه باشه. اینه که از قبل بلدیم از دوره متوسطه اول، وقتی جمع دو زاویه بشه 180 بهشون میگیم دو زاویه مکمل. در فعالیت بعد روابط بین مقدار نسبت های مثلثاتی برای چنین زاویه هایی را به دست خواهیم آورد. فعالیت رو نگاه کنید. میگه در دایره مثلثاتی روبرو نقطه P X P و Y P انتهای کمان روبرو به زاویه آلفا است. این P انتهای کمان روبرو به این زاویه آلفا است. این زاویه آلفا کمان روبروش انتهاش رو نقطه P گذاشته. خب میدونیم نقطه P طولش هست کوسینوس آلفا و عرضش هست سینوس آلفا، چون گفتیم این محور کوسینوس و این محور سینوس. میگه با توجه به دستگاه مختصات واضح است که نقطه Q XQ YQ، ببینید الان XQ میشه چی بچه ها؟ XQ میشه اینجا، XQ شده ببینید دقیقا این هر چقدر باشه XQ دقیقا قرینه شه، همون چیزی که صفحه قبل بهتون گفتم، گفتم اینجا دقیقا قرینه نسبت به محور وای میشه. قرینه نسبت به محور وای، طولش قرینه میشه ولی وایش ثابت میمونه. نگاه کن، پس سینوس همون سینوس است، سینوسش همون مقدار، یعنی این مقدار ثابت مونده ولی کوسینوس قرینه شده. خب پس اگر از نظر مثلا ایکس و وای بخوایم بگیم، این اگه ایکس پی باشه این هرچی باشه قرینه ایکس پی هست، یعنی ایکسش قرینه شده ولی وایش ثابت باقی مونده. پس اینو داشته باشید. اینجا میگه نقطه کیو ایکس کیو و وای کیو میشه کیو قرینه ایکس پی، گفتم اینجا ایکس پی بود قرینش میاد اینجا، و خود وای پی قرینه نشد همینجا مونده. قرینه نقطه پی نسبت به محور وای ها است. خیلی خوب. الف با توجه به مختصات نقاط پی و کیو روابط زیر را همانند نمونه تکمیل کنید. ببینید عزیزان، این که آلفا باشه، خوب دقت کنید، این که آلفا باشه این زاویه هم میشه آلفا. خب این آلفا، این هم آلفا، این دوتا با هم برابرن. بعد ببینید الان شما، من اینا همه رو پاک کنم یه ذره زوم کنم قشنگ از نزدیک نشونتون بدم. خب اینجا دقت کنید عزیزان، ببینید الان آلفا، من میدونم این زاویه و این زاویه با هم چی هم برابرن، این هم آلفا.
ببینید الان اینجا این هست pmn های آلفا، این زاویه از اینجا تا اینجا نوشته pmn های آلفا، این هم که آلفا جمعش کنید با هم pmn های آلفا به اضافه آلفا، اینا با هم خط میخورن حاصلش میشه پی. پس جمع این دوتا زاویه میشه پی، میشه 180 درجه. یعنی این دوتا زاویه چی هن؟ مکمل هم هستن. من فقط میخواستم اینو بهتون بگم. پس این زاویه و زاویه آلفا مکمل هم هستن، چون گفتم این مقدار رو من آلفا گرفتم دیگه، درسته؟ پس الان این دوتا زاویه، این زاویه‌ای که حالا این زلش با فیروزه‌ای نشون داده و این زاویه بعدی که با سبز نشون داده زلشو، این دوتا با هم مکمل هستن. و بر اساسی من میتونم بگم اینجا نقطه‌ای که اینجا گذاشتم، در واقع من این نقطه‌ای که اینجا میذارم الان عرضش هست چی؟ هست کوسینوس این زاویه الان، درسته؟ کوسینوس چی؟ پی ام ان های آلفا. و طولش هست، ببخشید طولش، عرضش هست چی؟ وایش هست چی؟ وایش هست سینوس چی؟ پی ام ان های آلفا. خب چرا؟ خب همین سینوس پی ام ان های آلفا دیگه، سینوس میشه این مقدار دیگه، رو نمودار رو محور وای ها هست. پس من الان ما اینجا هم نوشته، البته اگر همین بغل دستمون هم نگاه کنیم، نوشته که نقطه کیو طولش هست کوسینوس پی ام ان های آلفا و عرضش هست سینوس پی ام ان های آلفا. بر اساس این و رابطه‌ای که این طرف ما داشتیم، نگاه کنید این رابطه‌ای که اینجا داشتیم، اینجا ما چی گفتیم؟ گفتیم ایکس پی میشه هم قرینه ایکس کیو میشه قرینه ایکس پی و وای کیو میشه خود وای. پس قسمت تعلیف میگه با توجه به مختصات نقاط پی و کیو روابط زیر را همانند نمونه تکمیل کنید. ایکس کیو میشه قرینه ایکس پی. یعنی چی؟ یعنی ایکس کیو چیه؟ کوسینوس پی ام ان های آلفا. کوسینوس پی ام ان های آلفا میشه چی؟ میشه قرینه کوسینوس آلفا، چون ایکس پی بود چی؟ ایکس پی بود کوسینوس آلفا. پس این به این صورت شد. وای پی و وای کیو با هم برابرن. وای کیو هست سینوس پی ام ان های آلفا و وای پی هست سینوس آلفا. این یعنی چی؟ یعنی توی ربع دوم، یعنی یه زاویه رو توی ربع دوم داشته باشید، یا در واقع اینطوری بگم این ربع دوم رو فعلا ول کنید، دو تا زاویه که مکملن، دو تا زاویه مکمل داشته باشیم، کوسینوس پی ام ان های آلفا میشه قرینه کوسینوس آلفا و سینوس پی ام ان های آلفا میشه خود سینوس آلفا. پس برا زاویه های مکمل سینوس تغییری نمی کنه، کوسینوس قرینه میشه. برعکس منفی بود، برا زاویه منفی کوسینوس منفی رو میخورد و سینوس پرتش میکرد بیرون، ولی اینجا نه، اینجا سینوس این پی و منفی رو قورت میده و کوسینوس این پی رو قورت میده ولی منفی رو میندازه بیرون. پس این دقیقا برعکس اون یکی هست برای سینوس و کوسینوس. خب میگه با توجه به روابط قسمت الف تساوی های زیر را تکمیل کنید. خب تانژانت رو بخوایم، تانژانت پی ام ان های آلفا، خب بر اساس سینوس به کوسینوس میشه، میگه میشه سینوس به منفی کوسینوس، سینوس به منفی کوسینوس میشه منفی تانژانت آلفا و کوتانژانت میشه کوسینوس به سینوس، میشه کوسینوس آلفا به سینوس آلفا، یه منفی هم داره میشه منفی کوتانژانت آلفا. پس همه منفی میشن به جز سینوس. پس برای زاویه های مکمل به جز سینوس همه میشن قرینه همون زاویه مکملش. اینجا میگه چی؟ میگه از فعالیت قبل میتوان نتیجه گرفت بین هر دو زاویه مکمل آلفا و پی ام ان های آلفا روابط زیر برقرار است که خیلی مهمه. نکته رو دقت کنید عزیزان، فقط سینوس قرینه نمیشود، بقیه همه قرینه میشن. بذارید براتون مثال عددی بزنم. من
سینوس 150 درجه رو میخوام. خب سینوس 150 درجه ببینید، 150 به اضافه چی میشه؟ 180. 150 به اضافه 30، پس مکملش هست 30 درجه. یعنی الان 150 هست 180 منهای سی، اینطوری که نوشته پی منهای آلفا هست 180 منهای سی. اگر بخوایم به فرم رادیان بنویسیم، 180 همون پی، سی هم همون پی شیشون، پی منهای پی شیشون میشه چی؟ گفتیم سینوس پی منهای آلفا میشه سینوس آلفا، میشه سینوس مکمل 150، یعنی سینوس 30 درجه. سینوس 30 چقدر بود؟ 1/2. یا سینوس پی شیشون، درسته؟ با این فرم اگه بنویسید میشد سینوس پی شیشون که همون 30 درجه هست. خب بعدی کوسینوسش رو میخوایم. حالا کوسینوس 150 چی میشه؟ کوسینوس 150 میشه چی؟ میشه قرینه کوسینوس مکملش. قرینه کوسینوس مکملش یعنی چند؟ 30. کوسینوس 30 میشه رادیکال 3/2، میشه منفی رادیکال 3/2. دیگه تانژانتش، تانژانت 150 میشه منفی تانژانت 30 که میشه منفی رادیکال 3/3. و کوتانژانت 150 میشه منفی کوتانژانت 30 میشه منفی رادیکال 3. پس ببینید به جز سینوس که سینوس هر زاویه و مکملش با هم برابرن، کوسینوس، تانژانت و کوتانژانت هر زاویه قرینه مکملش هست. میگه زاویه آلفا و پی منهای پی به علاوه آلفا را در یک دایره مثلثاتی رسم کنید و نقاط انتهایی کمانهای روبرو به این دو زاویه را به ترتیب مثل همون چیزی که کتاب نشون داده PXPYP و QXQYQ بنامید. خب من یه دایره کشیدم، حالا این دوتا زاویه رو هم نشون بدم. خب الان من اینجا یه زاویه آلفا رو رسم کردم، اینم الان میشه از اینجا تا اینجا میشه چی؟ میشه زاویه پی به علاوه آلفا. این زاویه از اینجا تا اینجا، این تیکه کوچولو به آلفا هست، این ورش پی به علاوه آلفا. این اگر که پی باشه این باشه کیو. خب بچه ها الان نگاه کنید، نقطه پی هست چی؟ نقطه پی هست طولش که همون رو میوره، طولش میشه اینجا دیگه، میشه کوسینوس، کوسینوس آلفا. عرضش میشه چی؟ عرضش هم که میشه سینوس آلفا. خب برای زاویه آلفا این نقطه کیو چی؟ نقطه کیو بذاری کمی ورتر بنویسم. نقطه کیو طولش چیه؟ طولش هست، من اینجا بنویسمش کیو، طولش هست سینو کوسینوس پی به علاوه آلفا، چون طولش اینجا میشه دیگه، طولش از اینجا به این وصل میشه دیگه، و عرضش میشه سینوس همین زاویه، سینوس پی، سینوس پی به علاوه آلفا. خب حالا اینجا چه نسبتی با هم دارن؟ نگاه کنید ببینید کوسینوس آلفا و کوسینوس پی به علاوه آلفا را این نگاه کنید، میبینید که این الان اینجاست، این مقداره، کوسینوس پی به علاوه آلفا دقیقا اون طرف میشه. یعنی چی شده؟ یعنی دقیقا قرینه شده. بعدی برای سینوس نگاه کنید، سینوس رو وصل کنید میاد اینجا دیگه، اینجا هم وصل کنید نگاه کنید، سینوسش هم دقیقا قرینه شده. پس نتیجه میگیرم هم سینوس قرینه میشه هم کوسینوس قرینه میشه. میگه از دستگاه مختصات واضح است که نقطه کیو قرینه نقطه پی نسبت به مبدا مختصات. دقیقا این مبدا مختصات باشه، پی و کیو اینجا قرینه هم هستند، نسبت به مبدا مختصات هست، از این رو پی ببخشید کیو میشه ایکس کیو وای کیو که میشه قرینه ایکس پی و قرینه وای پی. یعنی چی؟ یعنی الان کوسینوس پی به علاوه آلفا میشه قرینه کوسینوس آلفا و سینوس پی به علاوه آلفا میشه قرینه سینوس آلفا. اینجا نوشته، میبینید اینجا اومده این دوتا رو نوشته، سینوس پی به علاوه آلفا میشه قرینه سینوس آلفا، همین چیزی که اینجا هم دیدید، سینوس این بالاست این پایینه، پایینه قرینه. کوسینوس هم، کوسینوس اینجا مثبت اینور منفیه، پس کوسینوس پی به علاوه آلفا قرینه کوسینوس آلفا است.
اکنون با استدلال مشابه به فعالیت بالا نشان دهید که روابط فوق برقرار است. خب روابط فوق برقرار است، اینا البته فوق نه، روابط روبرو هم میگفت، آنها گفته روبرو اینا تانژانت رو بخواد، خب تانژانت میشه چی؟ میشه سینوس به کوسینوس، میشه منفی در منفی مثبت. یعنی تانژانت پی به علاوه آلفا با تانژانت آلفا برابره. کوتانژانت چی؟ کوتانژانت پی به علاوه آلفا میشه منفی کوسینوس به منفی سینوس، منفی در منفی باز مثبت. پس کوتانژانت هم با کوتانژانت برابره. پس یه زاویه اگر که به اندازه پی درجه جابجا بشه، سینوس و کوسینوس هر دوتا قرینه میشن، تانژانت و کوتانژانت هر دو میشن همون زاویه، تانژانت و کوتانژانت همون زاویه اولیه. خب اما بریم مثال حل کنیم. حالا مثال مقدار نسبت‌های مثلثاتی برخی زوایا در زیر محاسبه شده است. سینوس منفی 7 پیش 6. خب گفتیم چی؟ گفتیم سینوس زاویه منفی منفی رو میندازه بیرون، فقط کوسینوس بود که منفی رو قورت میداد، بقیه میندازنش بیرون، این منفی رو میندازه بیرون میاد پشت، میشه سینوس 7 پیش 6. خب 7 پیش 6 نگاه کن، 7 پیش 6 رو شما میتونی بنویسی 6 پیش 6 به اضافه پیش 6 به اضافه یه پیش 6 که یکیش هم میتونی ننویسه. 6 پیش 6 میشه همون پی به اضافه پی 6. پس این میشه منفی، منفی که داشتیم این پشت میشه منفی سینوس پی به علاوه پی 6. همین الان بهتون گفتم، گفتم ببین سینوس پی به علاوه آلفا میشه قرینه سینوس آلفا. خب یه منفی پشتشه، یه منفی دیگه هم از اینجا باید بگیره، میشه منفی در منفی مثبت، علامت منفیش از بین میره چون باید قرینه میشه، این باید قرینه بشه، درسته؟ میشه قرینه سینوس پی 6. یه منفی هم داره، منفی در منفی میشه مثبت، میشه سینوس پی 6 که مساوی با 1/2 است. این از این. بعدی تانژانت 225، 225 میشه 180 به علاوه 45. خب گفتیم تانژانت میشه همون تانژانت زاویه اولیه، همون میشه تانژانت 45 میشه کوسینوس 120، 120 میشه 180 منهای 60، 180 منهای 60 میشه 120 دیگه، یعنی میشه پی منهای آلفا، مثل اینجا، مثل این بالایا. پی منهای آلفا، کوسینوس پی منهای آلفا گفتیم که برای زاویه های مکمل به غیر از سینوس که به اصطلاح مثبت میشه همشون قرینه میشن، پس این قرینه میشه، میشه قرینه کوسینوس مکملش، یعنی 60 میشه منفی 1/2. خب بریم صفحه بعد ادامه. نسبت های مثلثاتی زوایای با مجموع یا تفاضل دو کاپی رادیان. زاویه های مانند آلفا و دو پی به علاوه آلفا در شکل زیر که انتهای کمان آنها بر هم منطبق میشود را زوایای هم انتها میگویند. اسمشون چیه؟ زوایای هم انتها، انتهاشون یه جاه. زوایای پس، زاویه های مانند آلفا و دو پی به علاوه آلفا را زوایای هم انتها میگویند. از آنجا که نقطه پی انتهای هر دو کمان یکسان میباشد، لذا نسبت های مثلثاتی این دو زاویه با هم برابرند. یعنی شما زاویه آلفا و بیایید یه دو پی بهش اضافه کنید به همین آلفا، یعنی دو پی به علاوه آلفا. خب دو پی به علاوه آلفا یه دور دایره رو میزنید، برمیگردید سر جای اول خودتون، چی میشه؟ برمیگرده همینجا، خب تغییر نمیکنه. پس کوسینوس آلفا و کوسینوس دو پی به علاوه آلفا برابرند، سینوس آلفا و سینوس دو پی به علاوه آلفا برابرند. پس با توجه به چیزی که گفتم تانژانت و کوتانژانت هم برابر میشن، سینوس دو پی به علاوه آلفا با سینوس آلفا برابره، کوسینوسش با کوسینوس آلفا برابره، تانژانتش با تانژانت و کوتانژانتش هم با این برابره. در حالت کلی تر، حالا اینو دقت کنید، در حالت کلی تر چی داریم؟ در حالت کلی تر میگیم این حالت برای بیش از یک دوران کامل، یعنی زوایای به صورت دو کاپی به علاوه آلفا نیز چیه؟ درست است. خب من اینم علامت بزنم یه لحظه. ببینید عزیزان، دو کاپی به علاوه آلفا کاغذ بزد یعنی چی؟ یعنی دو پی به علاوه آلفا، چار پی به علاوه آلفا، شیش پی به علاوه آلفا، هشت پی به علاوه آلفا. کای عدد صحیحه، یعنی مثلا میتونید به جاش یک بذارید، دو یکی میشه دو پی، دو بذاری دو دوتا چار، چار پی به علاوه آلفا، سه بذاری دو ستا شیش پی به علاوه آلفا،
4 بذاری 2 4 تا به جای کا بذاری 4 2 4 تا 8 تا 8 پی به علاوه آلفا و منفی هم حتی میتونی بذاری، صفر هم که بذاری خودش میشه، میشه خود آلفا. منفی 1 بذاری منفی 2 پی به علاوه آلفا. یعنی چی؟ یعنی شما از همین آلفا بیا چیکار کن، بیا به اندازه منفی 2 پی برگرد، بیا این ور. خب منفی 2 پی برگردی بازم برمیگردی همینجا، منفی 2 پی برگردی منفی 2 پی به علاوه آلفا، شما یه آلفا برو بعد منفی 2 پی برگرد. 2 پی کلا ببین 2 پی یه دور کامل دایره رو میزنه، وقتی 2 پی یه دور کامل میزنه 4 پی دو دور کامل میزنه، 6 پی سه دور کامل میزنه، 8 پی همینطور. منفی 2 پی یه دور برعکس میزنه، منفی 4 پی دو دور برعکس میزنه، یعنی برمیگرده سر جای اول خودش. 2 پی 2 پی همیشه دایره سر جای اول، زاویه مون همیشه سر جای اول خودش برمیگرده، چون دایره 2 پی هست، یه 2 پی که شما بزنید برمیگردید سر جای اول خودتون همیشه. پس کلن برای این اندازه های زوج 2 پی 4 پی 6 پی 8 پی اونها برای منفی هاش هم میتونه، منفی 2 پی منفی 4 پی منفی 6 پی منفی 8 پی به علاوه آلفا، هر کدوم از اینا باشن سینوس و کوسینوس و تانژانت و کوتانژانتشون ثابت میمونه، تغییری نمیکنه، میشه همون سینوس کوسینوس تانژانت کوتانژانت زاویه آلفا. میگه از آنجا که زوایای منفی آلفا و دو کاپی منهای آلفا نیز همانتها هستند، گفته چرا؟ چرا همانتها؟ معلومه دیگه، شما بیا منفی آلفا بعد از اینجا مثلا دو پی، شما از اینجا بیا دو پی یه تاب بخور بعد منفی آلفا بیارش پایین، خب میشه همین دیگه، چهار پی تاب بخور میاد اینجا میاد روی صفر بعد منفی آلفا بیارش پایین. پس اینا هم همانتها هستن، دلیلش هم واضحه دیگه، چون دو کاپی دایره رو کامل دور میزنه. با استدلال مشابه بالا و با استفاده از نتیجه فعالیت صفحه قبل نشان دهید که نسبت‌های مثلثاتی زوایای دو کاپی منهای آلفا به صورت زیر برقرار. کلا دو کاپی منهای آلفا همون نسبت‌های، اصلا دو کاپی اومد شما حذفش کن، همون زاویه‌ای که باقی مونده رو داشته باش، دو کاپی منهای آلفا همون نسبت‌های مال زاویه منفی آلفا هستن. پس نگاه کن اینجا میگه به صورت زیر برقرارن. ببین گفتم فقط کوسینوس منفی رو قورت میده، بقیه منفی رو میندازن بیرون، اینا همشون میتونه دو کاپیشون رو حذف کنی، سینوس منفی آلفا، کوسینوس منفی آلفا، تانژانت و کوتانژانت. چرا میتونی حذف کنی؟ چون همه اینا میان رو همین زاویه منفی آلفا، یعنی هر چقدر دور بزنی آخرش نقطه کیو همینجا میفته. پس برای اینها شما برای جواب میتونی اینا رو حذف کنی و فقط همین زاویه منفی آلفا رو نگه داری، سینوس منفی آلفا منفی رو میندازه بیرون، کوسینوس قورت میده، این دوتا هم که میندازن بیرون میشه منفی و منفی. مثال رو نگاه کنید حالا عزیزان، مثال میگه مقدار نسبت های مثلثاتی برخی زوایا در زیر محاسبه شده، 5 پی سوم. خب 5 پی سوم میشه چی؟ یه پی سوم بهش اضافه کنید، در واقع یه دونه دیگه به 5 اضافه کنید میشه 6، یه واحد به 5 اضافه بشه میشه 6، یعنی یه پی سوم بهش اضافه بشه میشه 6، 6 پی سوم میشه 2 پی. پس شما میتونید بگید این 6 پی سومه منهای پی سوم، 6 تا داریم یکیش بره میشه 5 تا، این بوده. خب 6 پی سوم میشه 2 پی منهای پی سوم، همین الان گفتیم میگه تانژانتش میشه چی؟ میشه منفی تانژانت آلفا، میشه منفی تانژانت این زاویه، منفی تانژانت پی سوم، پی سوم یعنی 60، منفی تانژانت 60 میشه منفی رادیکال 3. قسمت B سینوس 405، 405 البته ماشینشو نمیگه سینوسشو میگه، سینوس 405 میشه سینوس 360 به علاوه 45، 360 به علاوه 45 میشه 405. باز ببین این 360 همون 2 پی هست، میتونید حذفش کنید، همون سینوس 45 میشه، میشه رادیکال 2 دوم. خب بریم ادامه ببینیم چی از صفحه بعد چی انتظارمونو میکشه. کار در کلاس مقدار نسبت‌های مثلثاتی زیر را به دست آورید. سینوس 210 میشه سینوس پی، حالا پی ننویسیم، پی هم 180 دیگه، حالا نوشتم پی هم ناراحت نشید، سینوس 180 به علاوه سی. خب چی میشه؟ میشه گفتیم توی
وقتی که 180 درجه به یه زاویه اضافه بشه هم سینوس قرینه میشه هم کوسینوس میشه منفی سینوس سی. حالا این الان به یه شکل دیگه هم بهتون میگم، منفی سینوس سی میشه منفی یک دوم. تانژانت منفی 7 پی 4، اول منفیشو بنداز بیرون میشه منفی تانژانت 7 پی 4. بچه اینایی که مثل این بهتون میده خب کاملش کنید، یعنی به شکل 2 پی یا پی درش بیارید یا 3 پی یا از این دست. ببین الان اینجا اگر شما بیاید یه پی 4 به این اضافه کنید، هفته یه دونه پی 4 میخواد که بشه 8 پی 4، 8 پی 4 هم میشه 2 پی. پس اینو میتونید بگید منفی تانژانت 2 پی منهای پی 4، 2 4 تا 8 تا 8 منهای 1 میشه 7 پی 4، درسته؟ حالا نگاه کنید، من بالا بهتون گفتم تانژانت 2 پی منهای آلفا، 2 پی رو خط بزنید میشه تانژانت منفی آلفا، تانژانت منفی پی 4 میشه. تانژانت هم گفتیم منفی رو میندازه بیرون. خب این منفی که بیاد بیرون، یه منفی هم اینجا دارید، منفی بیاد بیرون، منفی در منفی میشه مثبت، میشه مثبت تانژانت پی 4 میشه 1. تانژانت 45 پی 180 به روی 4 میشه 45، تانژانت 45 میشه 1. کوتانژانت 135 میشه کوتانژانت، از دو روش میشه اینو به دست آورد که یکیش هنوز نخوندید، اون یکی رو به تام معمولی خودمون 180 منهای 45. خب گفتیم چی؟ گفتیم اینا دو تا زاویه مکملن، دو تا زاویه وقتی مکملن به جز سینوس که منفی نداره همشون قرینه میشن، این میشه قرینه کوتانژانت 45. پس کوتانژانت 180 منهای 45 دو تا زاویه مکمل همه میشن قرینه مکملشون به جز سینوس، پس این میشه قرینه مکملش، مکملش میشه 45، میشه منفی رادیکال، ببخشید منفی 1، کوتانژانت تانژانت 45 که میشن 1، این میشه منفی 1. خب 3 پی 4، 3 پی 4 ببینید بازم همون که بهتون گفتم اینا رو کامل کنید، این الان یه پی 4 نگاه کن، 3 پی 4 به علاوه 1 پی 4 مساوی با 4 پی 4 مساوی با پی میشه. خب یعنی یه دونه پی 4 این باید به یه دونه پی 4 به از پی کم داره. خب پس من میام چیکار میکنم؟ من میام میگم این میشه چی؟ میشه سینوس، سینوس پی منهای پی 4، پی ضربه در 4 میشه 4 پی منهای پی میشه 3 پی 4. خب خب اینا زاویه مکمل، همین الان مثل بالایی گفتم به جز فقط سینوسه که اینجا منفیشو قورت میده، بقیه چی؟ بقیه همه منفی میدن بیرون وقتی که مکملشو بخوای، میشه منفی سینوس، ببخشید همین الان گفتم منفی قورت میدن دادم بیرون خودم، این میشه سینوس چی؟ سینوس پی چهارم، سینوس 45 هم میشه رادیکال دو دوم. خب اما سوال دوم میگه جدول زیر را همانند نمونه کامل کنید. ببینید اولین قسمت زاویه پی منهای تتا که همون مال چی بود؟ مال مکمل بود. ببین اگه این زاویه مثلا حالا اینجا زاویه آلفا رو گفته و تتا، ما اینجا گفته بودیم مثلا اینجا اگر یه زاویه مثلا حالا تتا اینجا داشتیم، اینجا این آلفا میشد پی منهای تتا، درسته؟ پس در واقع دو تا زاویه مکمل، مکان یه زاویه اگر تو ربع اول باشه مکملش میشه توی ربع دوم، مثلا اگر اینجا زاویه 30 درجه رو داشته باشید مکملش میشه 150 میاد اینجا توی ربع دوم. خب اینا دقت کنید عزیزان، اینجا برای سینوس کوسینوس و تانژانت حواستون باشه اینجا اشاره‌ای به کوتانژانت نکرده. چرا؟ تانژانت میشه سینوس به کوسینوس، کوتانژانت میشه کوسینوس به سینوس، یعنی در صورت نسبت سینوس و کوسینوس هم، یعنی هر بالاخره هم علامت هستن، اگر سینوس و کوسینوس هر علامتی داشتن حاصل ضرب علامتاشون تانژانت و کوتانژانت رو به ما میده، همیشه تانژانت و کوتانژانت هم علامتن. پس دیگه اگر علامت تانژانت ما بلد باشیم کوتانژانت هم بلدیم.
با توجه به چیزی که اینجا گفتم توی ربع دوم گفتیم که برای دو تا زاویه مکمل تنها چیزی که مثبت میشه سینوس، بقیه همه منفی میشن، قرینه میشن. پس توی ربع دوم سینوس در واقع اینطور بگم با زاویه مکملش برابره، نه اینکه مثبت میشه، چون ممکنه منفی هم بشه. حالا در بعضی از زاویه این مقدار ممکنه منفی بشه. مثلا داشته باشید سینوس منفی 150، خب میشه منفی سینوس 150 میشه منفی سینوس سی که میشه منفی 1/2. خب این که میگم الان سینوس 150 با سینوس سی چیه؟ برابر. در واقع منظورم این بود که سینوس با سینوس مکملش برابر هست و بدون در نظر گرفتن، یعنی اگر فرض کنیم که اینجا علامت نداشته باشیم، یعنی ما اینطوری فرض میکنیم، یعنی علامت دیگه نداریم به غیر از همین، در این صورت سینوس مثبت میشه توی ربع دوم و اون بقیه همه قرینه میشن، پس منفی میشن. کوسینوس منفی میشه، تانژانت کوتانژانت هم منفی میشه. خب دیدید سینوس پی ام ان آی تتا میشد سینوس تتا، کوسینوس تانژانت و کوتانژانت میشدن منفی. پس اینجا ترسیم زاویه آلفا و تشخیص علامت نسبت ها رو گفته. اینا همه با این فرضن که ما اینجا سینوس آلفا، کوسینوس آلفا، تانژانت آلفا و کوتانژانت آلفا رو میخوایم که به این صورت به دست میاد. پیه به علاوه تتا، پیه به علاوه تتا که میدونید به این صورت هست. مثلا اگر که اینجا باشه زاویه تتا، این باشه تتا، این میشه چی الان؟ این میشه پیه به علاوه تتا. خب دیدیم که سینوس و کوسینوسش منفی میشدن، تانژانت و کوتانژانتش مثبت میشدن. پس سینوس منفیه، کوسینوس منفیه، تانژانت و کوتانژانت دوتا چی هن؟ مثبت هستن، چون میشن منفی در منفی. نه پس اینجا الان من میتونم بگم سینوس پیه به علاوه تتا میشه سینوس تتا، ببخشید منفی سینوس تتا، کوسینوسش کوسینوس پیه به علاوه تتا میشه منفی کوسینوس تتا، تانژانتش میشه چی؟ پس اینجا انتهای کمان میاد توی ربع سوم، حواستون باشه. این یکی انتهای کمان اومده بود توی ربع دوم، اینجا انتهای کمانه، انتهای کمان اومده بود ربع دوم، اینجا ربع سوم. بعدی حالا یکی یکی بریم جلو، فعلا اینو بهتون بگم. پس اینجا تانژانت و کوتانژانت گفتیم دوتا چی میشن؟ مثبت میشن. تانژانت پی به علاوه تتا میشه تانژانت تتا و کوتانژانت پی به علاوه تتا میشه کوتانژانت تتا. اما بعدی دو کاپی منهای تتا. ببینید دو کاپی منهای تتا یعنی شما یه دو پی مثلا بیاید اینجا، بعد به اندازه یه منفی تتا برگردید، یعنی چنین زاویه، مثلا اگه بخواد باشه یه چنین زاویه ای قراره باشه، چنین زاویه. این زاویه توی ربع انتهاش، انتهای کمانش توی ربع چندم میفته؟ توی ربع چهارم میفته. پس ربع چهارم، توی ربع چهارم دیدیم فقط کوسینوس علامت منفی و قورت میداد که کوسینوس مثبت بود، بقیه همه چی بودن؟ منفی بودن. سینوس و تانژانت و کوتانژانت این همه مثبت. نه الان یه چیز کلی درباره همش بهتون میگم. خب تو این پس چی میشه؟ این الان دو کاپی منهای تتا است. سینوسش میشه چی؟ سینوس دو کاپی منهای تتا گفتیم منفی رو میده بیرون، میشه منفی سینوس تتا. کوسینوس دو کاپی منهای تتا گفتیم کوسینوس منفی و قورت میده، میشه کوسینوس تتا. برای این زاویه در واقع هم منفی تتا هست، حواستون باشه این منفی تتا هست. تانژانتش و کوتانژانتش هم دوتا چی میشن؟ دو کاپی منهای تتا، میشه منفی تانژانت تتا و کوتانژانتش هم که میشه منفی کوتانژانت.
خب اما بعدی میشه دو کاپی به علاوه تتا. ما فرضمون این بود که تتا توی ربع اول باشه دیگه، پس یه تتا دارید اینجا، خب یه تتا اینجا دارید، به اندازه یه دو کاپی مثلا اول یه دو پی تاب بخورید بعد یه تتا برید، خب میشه دو پی به علاوه تتا برمیگرده همینجا، پس همون ربع چندم میشه؟ ربع اول میشه. سینوس مثبت، کوسینوس مثبت، تانژان مثبت، کوتانژان هم مثبت و همشون هم همون زاویه‌ای چی میشن؟ همون تتا میشن، یعنی سینوس دو کاپی به علاوه تتا همون سینوس تتا است. کوسینوس دو کاپی به علاوه تتا همون کوسینوس تتا است. تانژانت دو کاپی به علاوه تتا همون تانژانت تتا و کوتانژانتش هم همون کوتانژانت تتا است. اگر بخوام یه جمع‌بندی کنم براتون، برای زاویه مکمل انتهاش میشه با فرض این که زاویه تتا در ربع اول باشه، البته تو ربع اول هم نباشه برای ما مهم نیست، ما فقط دو تا زاویه مکمل باشه، این چیزایی که میگیم زاویه منفی باشه مثبت باشه هر چی باشه برایش برقرار است. تتا یعنی زاویه اولیه‌مون هر چی میخواد باشه، این چیزایی که میگیم براش برقرار. زاویه مکمل تتا، زاویه مکمل تتا ما اینجا فرض کردیم، دقت کنید اینجا ما فرض کردیم که تتا توی ربع اوله، یعنی مقدار تتا یه مقداری بین 0 تا 90. خب حالا میگم اگر غیر اینم بود بازم برقرارم، ولی فعلا توی اینجا ما بر اساس تتای بین 0 و 90 داریم حرف میزنیم. برای زاویه تتا اگر داشتیم تتا بین 0 تا 90 یعنی تو ربع اول باشه، زاویه مکملش میشه تو ربع دوم. زاویه‌ای که کلاً حالا اگر فرض کنید تتا رو هم ندارید، یه زاویه‌ای که تو ربع دومه، زاویه‌ای که توی ربع دومه سینوسش مثبت، کوسینوس، تانژانت و کوتانژانت منفی هست. معلوم هم هست چرا سینوسش مثبته. چرا سینوسش مثبته؟ چون اینجا مقدار وای ها مثبته، سینوس هم روی مقدار وای قرار. توی ربع سوم اگر که انتها اگر یه زاویه‌ای مثل آلفا داشتید که توی ربع سوم بیفته، با فرض این که یه زاویه تتا داشته باشید، آلفا میشه یه پی به اضافه تتا، حالا مهم هم نیست، ما کلا بدونیم که انتها یه زاویه‌ای تو ربع سوم بیفته. در این صورت ببینید سینوس و کوسینوس دوتا منفی هست. چرا منفی هست؟ چون این ربع سوم سمت چپ و پایینه، یعنی از نظر روی محور طول اگه بخوایم بهش نگاه کنیم، روی محور طول کجا میفته بچه ها؟ روی محور طول میشه سمت چپ محور منفیه، روی محور عرض میاد پایین محور منفیه، پس هم سینوسش منفی هم کوسینوسش منفی. تانژانت و کوتانژانت هم نسبت به این دو، نسبت سینوس و کوسینوس هم منفی در منفی هم دوتا مثبت هم، پس اینا دوتا مثبت هم. توی ربع چهارم برای زاویه های منفی یا دو پی با یه منفی، مثلا سینوس منفی تتا، سینوس منفی 45، خب برای سینوس هایی که یا کلن زاویه هایی که منفی باشن یا یه زاویه منفی با یه دو پی یا دو کاپی جمع شده باشه، در اون صورت چی؟ در اون صورت فقط کوسینوس مثبته. چرا؟ چون ربع چهارم رو اگر نگاه کنیم، ما بچه ها ربع چهارم نگاه کنید، سمت راست طول ها و پایین عرض ها میشه ربع چهارم، پس اینجا فقط کوسینوس مثبته، بقیه همه منفی هست. پس سینوس، سینوس، تانژانت و کوتانژانت همه منفی هست. اگر که یه دو کاپی بیاد با اینا جمع بشه به اضافه همون زاویه تتا اولی همون بشه، در اون صورت چی؟ میشه توی ربع اول، توی ربع اول همه مثبتن. حالا من میخوام یه جمع‌بندی کنم اینا رو براتون، ببینید این رو یاد بگیرید، این دایره‌ای که میخوام براتون بکشم رو دقت کنید بچه ها، دایره بزرگ میکشم، نگاه کنید بچه ها، من یه دایره، این چهارتا رو، یه دایره واحد چهارتا رو براش کشیدم، توی ربع اول همه مثبت، یعنی چی؟ یعنی من الان میخوام بگم چی مثبته چی منفی. تو ربع اول سینوس مثبته، معلومه بالای محور طول سینوس، کوسینوس مثبته، چرا؟ چون سمت راست محور طول ها،
چون سینوس و کوسینوس مثبتن، تانژانت مثبته، کوتانژانت هم چیه؟ مثبت. نسبت اینا میشن دیگه. توی ربع دوم نگاه کن، بالای محور طول پس سینوس مثبت، سمت چپ محور، بالای محور سمت چپ محور ارزها میشه، یعنی طولش منفی میشه. این محور ارزه، این سمت چپشه، پس یعنی طولش منفیه، پس کوسینوسش کوچکترسه. خب میدونیم محور طول های همون ایکس ها کوسینوس هان، این محور ارز ها سینوس ها رو نشون میدن. خب پس اینجا نسبت تانژانت و کوتانژانت دوتا منفی هن. چرا؟ چون نسبت مثبت در منفی سینوس و کوسینوس هن، تانژانت منفیه، کوتانژانت هم منفیه. برای ربع سوم سینوس کوچکتر صفره چون پایین محور طوله، کوسینوس کوچکتر صفره چون سمت چپ محور ارزه، و تانژانت و کوتانژانت دوتا چی هن؟ مثبت هن. چرا؟ چون میشن نسبت سینوس به کوسینوس. توی ربع چهارم سینوس پایین محوره پس منفیه، کوسینوس نگاه کن سمت راست پس مثبته، تانژانت و کوتانژانت دوتاشون چی هن؟ منفی. بچه اینا 16 تا هند. خب برای 4 تا رو توی این 16 تا اگر بیاید جمع کنید، 8 تا مثبت دارید 8 تا منفی دارید. نگاه کنید یه چیز جالب، توی ربع اول 8 تا مثبت، 4 تا مثبت دارید، توی ربع دوم یه دونه مثبت دارید، 5 تا مثبت، توی ربع سوم 2 تا مثبت دارید، این دوتای پایینی مثبت، این 7 تا، توی این ربع هم یه دونه مثبت دارید، میشه چند تا؟ میشه 8 تا مثبت. 8 تا دیگه شون از 16 تا منفی هست. بعد توی ربع اول و روی ربع دوم و چهارم رو اگر نگاه کنید، توی ربع دوم و چهارم یه دونه مثبت دارید، بقیه منفی هست. اینجا فقط سینوس مثبت، اینجا فقط کوسینوس مثبت. خب حالا بریم جواب سوال 3 رو بدیم. میگه برای زوایای آلفا مساوی منفی تتا از کدام ستون جدول میشود استفاده کرد؟ چرا؟ خب ما گفتیم دو کاپی رو میشه حذف کرد. خب اگر ما بیایم دو کاپی رو حذف کنیم، خب میمونه منفی تتا، پس از این ستون سوم، یعنی اینی که برای ربع چهارم نوشتیم برای زاویه‌های منفی میشه استفاده کرد، پس میگیم ستون سوم. چرا؟ میگیم چون دو کاپی زاویه را به جای اول خود برمیگرداند و دو کاپی منهای آلفا زاویه را به منفی آلفا بر میگرداند. حالا مثلا منفی، مثلا تتا بگیم، دو کاپی منهای آلفا، یا دو کاپی، البته اینجا تتا بوده، دو کاپی منهای تتا، گفته بود آلفا بشه منفی تتا، پس دو کاپی منهای تتا زاویه را به منفی تتا بر میگرد. بریم صفحه بعد. تو قسمت های بالا یه قسمت یه جا حواسم نبود، نزدیک بود اینو لو بدم ولی لو ندادم. فعالیت رو نگاه کنید. میگه در دایره مثلثاتی زیر زاویه های تتا و تتا دوم به علاوه پی رسم شدن. ببین، ببخشید پی دوم به علاوه تتا رسم شدن. اینجا الان زاویه تتا رو اومده رسم کرده. خب نگاه کنید 90 درجه، 90 درجه اون طرفتر رو هم اومده رسم کرده. خب پس الان اینجا پی هست کوسینوس تتا و سینوس تتا معلومه دیگه، کوسینوس تتا، این هم سینوس تتا. اومده چیکار کرده؟ 90 درجه اینو تاب داده. ببین وقتی اینو 90 درجه تاب بدی، اینجا نقطه کیو به دست میاد، کیو طولش یا ایکسش میشه کوسینوس پی دوم به علاوه تتا، میشه کوسینوس این زاویه، و عرضش یا کیو پریم میشه سینوس پی دوم به علاوه تتا. خب بچه ها، میگه با توجه به شکل نشان دهید دو مثلث او پی پی پریم، او پی پی پریم و او کیو کیو پریم هم نشت هستن، او کیو کیو پریم. میگه نشون بدید اینا هم نشتن. خیلی خوب، چرا اینا هم نشتن بچه ها؟ به چند دلیل. یک، اولین دلیلی که میتونیم بیاریم، میتونیم بگیم چی؟ میتونیم بگیم او پی با او کیو برابره،
با قدرت میگیم OP مساوی OQ. ممکنه یکی اعتراض کنه چرا؟ میگیم چون اینا شعاع دایرن. دیگه چی میتونیم بگیم؟ دیگه میتونیم بگیم که الان زاویه پی پریم او پی یعنی زاویه تتاه با زاویه کیو پریم او کیو با هم برابرن. اینم تتا، چون این میشه پی دوم به علاوه تتا، یه 90 درجه برو. خب این 90 درجه رو اگه ازش حذف کنیم از این زاویه، اینور میمونه تتا. پس این دوتا زاویهش هم با هم چی هم برابرن. یعنی میتونم بگم پس پی، میتونم بگم مثلا اینو بذارم او یک، اینو بذارم او دو، که دیگه کار خودم هم راحت کنم. او یک مساویه با او دو، اینم که معلومه با توجه به شکل. از طرفی من میدونم پی پریم من با کیو پریم برابره. چرا برابرن؟ اینا دوتاشون 90 درجه هم. این او یک و دو چرا با هم برابر بودن؟ این فرض سوال بود ها. خود فرض سوال گفته که این که تتا، اینم پی دوم به علاوه تتا، پس این تتا، اینم میشه تتا. پس پی پریم و کیو پریم دوتا 90 درجه هن. چه نتیجه میگیریم؟ اینا دوتا مثلث قائم الزاوی هن. تو مثلث قائم الزاوی وقتی وترها برابرن، الان او پی وتره، او کیو هم وتره، دوتا ضلعی بزرگ هن یا روبرو به 90 درجه هن. پس طبق حالت الان وترها برابرن، یه زاویه برابر هم داریم. طبق حالت وتر و یک زاویه، این دوتا مثلث او پی پی پریم و او کیو کیو پریم با هم چی هن؟ هم نهشت هستن. میگه از تساوی اضلاع نظیر در دو مثلث فوق روابط زیر را همانند نمونه کامل کنید. ببینید الان اینجا این زاویه، این ببخشید ضلع او پی پریم با ضلع او کیو پریم برابره. خب او پی پریم مساوی میشه با او کیو پریم. او پی پریم از تساوی اجزا این نتیجه رو گرفتم ها. این از تساوی اجزا، چون دوتا مثلث گفتم هم نشتن، اجزا نظیرشون هم با هم برابرن. پس او پی پریم و او کیو پریم با هم برابرن. چون اینا برابرن، خب الان نگاه کن، برای نقطه پی این الان ایکس هست، برای نقطه کیو این چی هست؟ این وای هست. پس x q یعنی این x، البته من برعکس گفتم، من این چیزی که گفتم برای دومی هست، برای دومی این چیزی که گفتم او پی پریم میشه x p، او پی پریم نگاه کنید x p هست و او q پریم چیه؟ او q پریم y q هست. حالا برای XQ یعنی این مقدار، نگاه کن الان این مقدار با این برابره، درست یا نه؟ این الان XQ هست، این اگه بیایی اینجا این XQ هست، این بود XP، یعنی طول نقطه P این طول نقطه Q هست. الان اینو نگاه کنید توی این مثلث، این با چی برابره؟ با این برابره. این چیه؟ این هست الان همون Y P. پس اما از طرف این XQ منفیه، درسته؟ پس XQ قرینه اینه، این مثبته، یعنی در واقع Y P هست، این مقدار Y P هست در واقع از اینجا تا اینجا این فاصله. پس من میتونم بگم XQ با منفی Y P برابر، یعنی این قرینه اینه، این علامتش منفیه چون Xش منفی اینجا، پس این قرینه این مقدار مثبت هست. پس من میتونم بگم این کوسینوس پی دوم و علاوه تتا که الان میدونم مقدار این ایکس هست، میشه قرینه وای این، یعنی قرینه سینوس تتا. و اینجا وای کیو، وای این که گفتم با ایکس این یکی برابره، با ایکس پی برابر. وای این چی هست بچه ها؟ وای این از سینوس پی دوم و علاوه تتا. سینوس پی دوم به علاوه تتا با چی برابره؟ با این مقدار، با ایکس پی. ایکس پی چی بود؟ ایکس پی بود کوسینوس تتا. روابط جالب هم با کلی دردسر بالاخره به دست اومدن. اگه متوجه نشدید یه بار دیگه بزنید ببینید. میگه از طرف دوم تساوی های زیر را با استفاده از روابط قسمت B کامل کنید. خب یه بینا رو به هم تقسیم کنیم. تانژانت میشه چی؟ تانژانت میشه سینوس به کوسینوس، میشه کوسینوس تتا به منفی سینوس تتا،
میشه منفی کوتانژانت تتا. دقت کنید، تانژانت تانژانت پی دوم به علاوه تتا میشه نسبت سینوسش به کوسینوس، درست؟ خب سینوس این شده کوسینوس تتا و کوسینوس این شده منفی سینوس تتا، پس نسبت اینا برعکس میشه. به جای اینکه نسبت سینوس به کوسینوس به دست بیاد، نسبت کوسینوس به سینوس به دست میاد که منفی میشه. و کوتانژانتش هم دقیقا همینطور، یعنی باید این دوتا رو به هم تقسیم کنی، خب اینا با اینا برابر میشه منفی سینوس به کوسینوس که میشه منفی تانژانت تتا. به طور کلی برای هر برای دو زاویه تتا و پی دوم به علاوه تتا رابطه زیر برقرار است: سینوس تبدیل میشه به کوسینوس، کوسینوس تانژانت و کوتانژانت منفی میشن، کوسینوس میشه سینوس و این دوتا هم تانژانت میشه کوتانژانت و کوتانژانت میشه تانژانت. پس اگر که شما بیایید پی دوم به یه زاویه اضافه کنید، این اتفاق براش رخ میده. خب حالا که رفتی اینجا، بذار من چند تا مثال بزنم، مثالم نزده متاسفانه. مثلا بهتون بگن آقا سینوس 120 درجه رو برا من به دست بیار، من میتونم بگم این هست سینوس 120 که هست 90 به علاوه 30، درسته؟ من میتونم بگم سینوس 90 به علاوه 30 هست. خب الان گفتیم سینوس 90 پی دوم یعنی 90 به علاوه تتا چی میشه؟ میشه کوسینوس تتا، پس این میشه کوسینوس 30 درجه، میشه 1/2. کوسینوسش رو بخواهید کوسینوس 120 میشه منفی سینوس تتا، منفی سینوس 30 درجه که میشه چقدر؟ منفی، البته اینجا اشتباه گفتم، میشه رادیکال 3/2، این میشه منفی 1/2 منفی سینوس 30 که میشه منفی 1/2. تانژانتش چی میشه؟ تانژانت 120 میشه منفی کوتانژانت 30 و کوتانژانت 120 میشه منفی تانژانت 30 که این میشه منفی رادیکال 3 و این میشه منفی رادیکال 3/3. دقت کنید، برای 120 شما میتونید بگید 90 به علاوه 30 با اینا به دستش بیارید، میتونید بگید 180 منهای 60 برای مکمل. خب میدونیم سینوس مکمل میشه چی؟ میشه سینوس همون زاویه، میشه سینوس 60، سینوس 60 میشه رادیکال 3/2. ای جالبه، مساوی هست. کوسینوس 120 میشه منفی کوسینوس 60، گفتیم فقط سینوس مثبت میمونه، بقیه همه منفی مونن تو رو به دوم، منفی میشن همه توی رو به دوم. پس این الان میشه منفی کوسینوس 60 میشه منفی 1/2. تانژانت با این بار رابطه بالایی بخواید برید میشه منفی تانژانت 60 میشه منفی رادیکال 3 و کوتانژانت هم میشه منفی کوتانژانت 60 میشه منفی رادیکال 3/3. خب اینجا من اومدم اینا رو براتون گفتم، حالا نخواستم خیلی، چون اونو قبلا توضیح داده بودم. کلا بچه یاد بگیرید وقتی که زاویه، حالا اینجا پی دوم گفتم، اگه 3 پی دوم هم بود یا مثلا 5 پی دوم، کلا ضرایب پی دوم بود، همیشه جای سینوس و کوسینوس و تانژانت و کوتانژانت عوض میشه. بعد با توجه به اون ربعی که توش هست علامت رو تعیین کنید. یادتون باشه وقتی پی دوم، 3 پی دوم، 5 پی دوم یعنی مضرب های فرد پی دوم هست، خب شما سینوس رو بکنید کوسینوس، کوسینوس رو تبدیل کنید به سینوس و تانژانت و کوتانژانت رو هم باز برعکس کنید. فقط یا حواستون باشه توی کدوم رو به بر اساس اون روبی که توش قرار داره شما میایید چی رو مشخص میکنید، میایید اندازه، میایید علامت مثبت یا منفی اون رو مشخص میکنید. خب صفحه بعدم که تمرینات هست. موفق باشید عزیزان، در پناه خدا.